بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. با عرض سلام و احترام به یکایک بینندگان عزیز، یکی از شب و روزهای بسیار مهم که در طول سال وجود داره و از عمر ماست که باید از او بهترین استفاده را داشته باشیم، شب و روز 25 ذی قعدة الحرام که معروف است به شب دهو الارض و یا روز دهو الارض، یعنی گسترش پیدا کردن و کشیده شدن زمین از زیر خانه کعبه به روی آب. خوب در این رابطه مطالبی رو به عرض بینندگان عزیز برسانیم تا بتوانند بهترین استفاده رو از ساعات و لحظات عمر خودشان در این شب و روز داشته باشند. هم خود ما هم بینندگان ما در این بحث مهمان می شویم بر این کتاب گرانسنگ، یادگار اون عالم و دانشمند بزرگ جناب شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه الشریفه. مطالبی رو که ایشان در عظمت این شب و روز ذکر فرمودن با بینندگان عزیز مرور میکنیم، انشاءالله توفیق استفاده و بهره برداری از ساعات و لحظات این شب و روز رو داشته باشیم. ایشان میفرمایند که از شبهای در اول شب 25 ذوالقعده، از شبهای بسیار شریف که رحمت خدا در آن نازل میشود و قیام به عبادت در آن اجر بسیار دارد، همین شب 25 بر روایت نقل میکنه از جناب حسن ابن علی و شا. ایشان میگوید کودک بودم با پدرم در خدمت امام رضا علیه السلام شام خوردیم، یعنی مهمان آقا شدیم در شب 25 ماه ذوالقعده. بعد از اینکه شام صرف شد، آقا امام رضا علیه السلام فرمود که امشب حضرت ابراهیم و حضرت عیسی متولد شده اند، یعنی در چنین شبی، و زمین از زیر کعبه پهن شده است، پس هر که روزش را روزه بدارد چنان است که 60 ماه را روزه داشته باشد. روزه آن روز برابر با روزه 60 ماه. و یک روایت عجیب دیگری هم در اینجا هست که یک مژده هست و یک بشارت است که اون روز، یعنی روز 25 ذوالقعده، روز ظهور باهر و نور مولای من صاحب الاصل و الزمان روح و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا خواهد بود. این در رابطه با عظمت این شب. روز 25 که روز دهو الارض می فرماید یکی از آن 4 روز است که در تمام سال به فضیلت روزه ممتاز است. روزه گرفتن اون بی نظیره و در روایت روزه اش مثل روزه 70 سال است. و در روایت دیگر کفاره 70 ساله، یعنی موجب آمرزده شدن خطاها و اشتباهات ما در 70 سال. و هر که این روز را روزه بدارد و شبش را به عبادت به سر آورد، شب 25 مشغول عبادت و راز و نیاز با خدا، روز 25 را توفیق روزداری داشته باشید، برای او عبادت 100 سال نوشته شود. و از برای روزدار این روز هر چه در میان آسمان و زمین است استغفار کند. آن که توفیق داره روز 25 ذوالحجه، روز دهو ذوالقعده، روز دهو الارض روزه بگیرد، آن چه در میان زمین و آسمان است برای او از خدای عزوجل طلب آمرزش خواهند کرد. و این روزی است که رحمت خدا در آن روز منتشر گردیده و از برای عبادت و اجتماع به ذکر خدا در این روز اجر بسیاری است. یک مطلب اینجا هست، اجتماع به ذکر، یعنی دستور به ذکر دست جمعی، دعای دست جمعی، ذکر دست جمعی،
اثر خودش رو داره که در روایات زیاد مطرح شده که ما نمیتونیم در این جلسه به او بپردازیم. و از برای این روز به غیر از روزه و عبادت و ذکر خدا و غسل دو عمل دیگر هم وارد شده. بالاخره روز ذکر، روز دعاست، روز عبادت، یکی از اعمال این روز روز غسل مستحبیه که در این روز وارد شده. دو تا عمل دیگه هم هست که این دو تا عمل رو برای بینندگان عزیز بیان کنیم، ان شاء الله بهره مند باشن. اول یک نمازی برای روز 25 ذوالقعده. نمازی است که در کتب شیعه قمیین روایت شده و اون دو رکعت است در وقت چاش، یعنی دمادم نماز ظهر. در هر رکعت بعد از هم 5 مرتبه سوره و شمس، یعنی در رکعت اول سوره حمد را که خواندی، سوره مبارکه و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها 5 مرتبه تلاوت می شود. در رکعت دوم هم به همین ترتیب بعد از سلام نماز بخواند لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بعد یک دعای کوتاهی اما چه یک معنای عظیمی داره، معنای بلندی داره. یا مقیل العفرات، ای خدایی که از لغزش ها در می گذری، اقلنی عفرتی، از لغزش این بنده در گذر. یا مجیب الدعوات، عجب دعوتی، ای خدایی که استجابت کننده دعاهای این بنده ادرا هم اجابت کن. یا سامع الاصوات، اسمع صوتی، ای شنونده صداها، صدای این بنده ادرا نیز بشنو. وارحمنی، به من رحم کن. و تجاوز عن سیئاتی، از بدیهایم در گذر. و ما عندي، اون چه در نزد من است از بدیها در گذر. یا ذا الجلال والاکرام. این دعا دعای کوتاهیه که بعد از این نماز خوانده می شود. یک دعای دیگری بعد از اینه که نسبتا عمل دوم، دعای نسبتا مفصل تریه، البته خیلی مفصل نیست، در حدود دو صفحه و اینایی، که من فقط به یک نکته از این دعا اشاره می کنم که یکی از اعمال اون روز مثل همیشه که یکی از وظایف مهم ما دعا برای ظهور مولای من صاحب العصر و الزمان روح و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا هست، یکی از اعمال مهم این روز دعا برای ظهور آقا صاحب العصر و الزمان که در ادامه همین دعا آمده. این گونه به دربار خدای عز و جل عرضمی داری که اللهم و عجل فرج اولیائک، در ظهور امام زمان فرج و گشایش همه اولیای خداست. وردد علیهم مظالمهم، تمام حقوقی که از اولیای تو به غارت برده شده به اینا برگردان، این نیست به جز به دست آقا صاحب العصر و الزمان. و اظهر بالحق، خدایا ظاهر کن به حق اون قیام کننده از اهل بیت پیامبر. و اجعله لدینک منتصرا، خدایا او را یاور دین خودت قرار بده. و به امرک فی اعدائک مؤتمرا، خدایا به دست او به امر خودت ریشه دشمنانت را برچن. اللهم احفظه بملائکه الناس، خدایا اون حضرت را در میان ملائکه های نصر قرار بده. و بما القیت الیه من الامر فی لیلت القدر منتقما لک حتی ترضا، برای رضای تو از دشمنانت چندان انتقام بگیرد تا تو خوشنود شوی. و یعود دینک به و علی یدیه جدیدا غضا، تا دین تو به دست اون حضرت دوباره برگرده، تازگی خود رو پیدا کنه، گوارایی خود رو پیدا کنه. و یمحض الحق محضا، حق به باطل آمیخته شده در دوران غیبت آقا، حق رو خالص به مردم عرضه کند.
و یرفض الباطل رفضا، باطل رو دور افکند، از جامعه دور کند. اللهم صل علیه و علی جمیع آبای، خدایا بر اون حضرت درود بفرست و بر تمام پدرانش. وجعلنا من صحبه و اسرته، ما را از یاران اون آقا، نه از خانواده اون آقا قرار بده. و ابعثنا فی کرته، خدایا اگر قبل از ظهورش ما از این دنیا رفتیم، در زمان برگشتش ما را دوباره زنده کن. حتی نکون فی زمانه من اعوانه، تا در زمان حضرت جز یارانش باشیم. اللهم ادرک بنا قیامه، خدایا کار کن قیام حضرت رو درک کنیم، زمان حضرت رو ببینیم. و اشهدنا ایامه، خدایا اون روز و گاران رو به ما نشان بده. و صل علیه، درود ما رو به حضرتش برسان. وردد الینا سلامه، خدایا عنایت کن که ما سلام مولایمون رو هم بشنویم. و السلام علیه و رحمت الله و برکاته، سلام خدا بر اون حضرت، رحمت خدا بر اون حضرت و برکات خدا. ببینید این روز که این همه مهمه، یکی از اعمال دعا برای امام زمان علیه السلام، اون هم دعا با این خصوصیات. و چنان که روز 23 ذوالقعده، روز زیارتی آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیتی و سناس، امروز هم یکی از روزهای زیارتی اون حضرت. و بدانیم که مولای من آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام یکی از دعاهایی که در قنوت نمازشان داشتن، دعا برای سلامتی و ظهور فرزندشان صاحب العصر و زمان بوده. امیدوارم که ما هم این توفیق رو داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.